آیا مشکل جامعه ما فقط اینه که علی خامنه ای بر قدرته و مشکل جامعه ما فقط اینه که ما امروز نظامی به نام جمهوری اسلامی داریم؟ خیر، اینگونه نیست. بذارید رک به شما بگم، بر باور من اینگونه نیست. چرا؟ چون من مدت هاست که در رسانه‌های خارج از کشور کار میکنم و رفتاری که با من شده در این رسانه ها خیلی فرق نمیکنه با جمهوری اسلامی، رفتاری که جمهوری اسلامی با من میکنه، به خاطر اینکه من عقیده دارم به یک سری مسائلی. من عقیده دارم رضا شاه بزرگ خادم به این کشور بود، نه خائن. من عقیده دارم که رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی بنیانگذار دموکراسی در آینده ایران بودن، اونا دیکتاتور نبودن. واژه دیکتاتور رو من گونه دیگه تعریف میکنم و در برنامه مختلف هم این کارو کردم. دیکتاتور کسیه که امروز بیاد در کشور آمریکا که جامعه به دموکراسی عادت کرده اونجا قانون رو زیر پا بذاره، تقلب بکنه و رأی مردم رو بدزده. به دیکتاتور کسی میگن مثل آدولف هیتلر در آلمان که جمهوری وایمار میگن، میگن دی وایمار رپوبلیک. بین جنگ جهانی اول و دوم در آلمان ما یه جمهوری وایمار داشتیم که مردم میرفتن رأی میدادن، مجلس انتخاب میکردن، همه چی انتخابی بود. دیکتاتور به همچین آدمایی میگن که در همچین کشورهایی میاد. دیکتاتور با آقای لنین و آقای استالین و هواداران کمونیست و مارکسیست اونها از حزب توده تا چریکای فدایی خط و دیگران میگه. امروز هم در رسانه ها نشستن و جلوی حرف زدن افرادی مثل من رو میخوان بگیرن. چرا؟ چون انقلاب روسیه در فوریه 1917 اتفاق افتاده بود، تزار رو بیرون کرده بودن و این مارکسیست لنینیستا بولشویکا در اکتبر همون سال، البته به تقویم روسی، به تقویم دیگران مارس انقلاب بود، نوامبر تقویم گریگوریان و جولیان، دفعه قبل در برنامه‌ام توضیح داده بودم، اینا کودتای نظامی کردن با کمک ملوانان پتروگراد که نذارن مجلس مؤسسانی که قرار بود 11 نوامبر 1917 انتخاب بشه اون رأی‌گیری آزاد بشه. نمیگم دیکتاتوری، ولی من رضا شاه رو دیکتاتور نمیدونم. چرا؟ چون بر پایه تاریخی که من خوندم انقلاب مشروطه به دست عمال استبداد قجر و توسط عمال استبداد ارتجاع مذهبی دزدیده شده بود، برخلاف دروغ‌هایی که جبهه ملی حزب توده و یارانشون به شما گفتن. آیت الله بهبهانی و طباطبایی اینا هواداران آزادی مردم نبودن. در اگه به من وقتی داده بشه دوباره در به شما خواهم نشان خواهم داد که بهبهانی و طباطبایی اینها اگه صحبت از مشروطه میکردن، اونها مانند شیخ فضل‌الله نوری نگاهشون به مشروطه همون مشروعه بود. اونها هم خواهان یک مجلس اسلامی بودن. خانم دکتر مهرا ملکی در کتاب خودشون به این مسئله به خوبی یاد کردن. بهبهانی طباطبایی که در کتاب های تاریخ رو شما گنجوندن، اگه برید نامه ها و یادداشت ها و گفته هاشون رو بخونید اطلاع پیدا کنید، میبینید که هیچ فرقی با خمینی نداشتن. اونا وقتی صحبت از مجلس میشد مجلس اسلامی میخواستن. حالا باید این بحث نمیشیم. انقلاب مشروطه میرزا آقاخان کرمانی که قبلا کشته بودنش، انقلاب مشروطه سرسرافی دزده شده بود. توسط کی؟ توسط سلطنه ها و دوله های قجری، توسط فودال ها و زمینداران، توسط آخوندها. و برای همین بود که این انقلاب کارش به جای رسید 1907 قرارداد محرمانه، تقسیم ایران بین انگلیس و روسیه، قرارداد وابستگی ایران تحت حمایت ایران 1919، قحطی بزرگ در ایران و مرگ میلیون‌ها ایرانی از قحطی، از هم پاشیدگی ایران، تجزیه ایران در گیلان، در آذربایجان، در کردستان، در خراسان، در لرستان، بلوچستان، همه این مناطق، در فارس، در مناطق، در خوزستان ما، همه این مناطق از ایران جدا شده بودن بالفعل و کشور اصلا پاشیده بود. همون دولت مرکزی ضعیف قجری پیش از انقلاب به اصطلاح مشروطه اون هم از بین رفته بود. رضا شاه وقتی اومد اعمال قدرت کرد چیزی باقی نمونده بود. مجلس شورای ملی رو خانم آقایون، پسرخاله آقای دکتر محمد مصدق، بعضی میگن آقای مصدق دشمن قاجارها بوده. خیر، ایشون نه تنها دشمن قاجارها نبودن، بلکه در دوران قاجار صاحب منصب و صاحب مقام هم بودن. خانواده ایشون بر تاج پادشاهی بود، بر تخت پادشاهی بود. ایشون در اون دوران مستوفی خراسان بودن، وزیر بودن، استاندار فارس بودن
وارد این مسائل نمیشیم و یک نوشته از آقای دکتر محمد مصدق شما پیدا نمیکنید در دفاع از انقلاب مشروطه. برعکس ایشون در مجلس کبرایی که آقای محمد علی شاه قاجار، محمد علی سلطان قاجار پسرخاله ایشون درست کرده بود، پس از به توپ بستن مجلس مشروطه، پس از اینکه لیاخوف به دستور محمد علی سلطان قاجار مجلس شورای ملی رو به توپ بست، همین آقای محمد دکتر محمد مصدق در مجلس فرمایشی کبرای پسرخالهشون آقای محمد علی سلطان قاجار شرکت فرموده و بعد هم به گفته خودشون به پاریس رفتن برای تحصیل و گفتن در پاریس هم در خاطراتشون نوشته که هیچ علاقه هم به ملاقات با هیچ مشروطه چی نداشته. وارد این بحث نمیخواد بشه. من دلیلی که در مورد استبداد، مورد غضب همون هواداران آقای مصدق، هواداران لنین، هواداران خمینی 57 قرار میگیرم در همین رسانه‌های خارج از کشور و رفتار زننده‌ای با من میکنند، دلیلش اینه که 1400 سال فرهنگ آخوندی هنوز بر افکار و اندیشه این افراد تأثیر داره. وقتی من میام اینجا میگم رضا شاه بنیانگذاری دموکراسی هست که ما در آینده حتما به اون خواهیم رسید، هواداران آقای محمد مصدق عزیز که با انقلاب مشروطه مخالف بود، هواداران آخوندهای 57ی، هواداران لنین و مارکس دیروزی که امروز رنگ عوض کردن و همش از آزادی و دموکراسی صحبت میکنن با من مخالفن. چرا؟ چون رضا شاه بنیاد قدرت اونها رو در هم کوبید. رضا شاه با کوبیدن بنیاد قدرت آخوندها و قجرها و پسرش با نابودی فودالیسم در ایران ریشه قدرت اونها رو از هم پاشون. من اجازه ندارم در این رسانه نام چند نفر رو بیارم، ولی به شما میگم، به شما بینندگان میگم، یه بار شده به خودتون زحمت بدید برید و کسانی که به نام مفسر میان و به شما میگن که محمد رضا شاه پهلوی آخوندپرست بوده، یه بار برید ببینید که آیا پدر بزرگ یا پدر اونها آخوند بوده یا نبوده. رفتید یه بار ببینید که آیا چند نفر از اینا پدرشون، خانوادهشون، مادرشون فئودال بودن. به شما قول میدم و من این کارو کردم که تعجب خواهید کرد که وقتی میبینید چیزی نزدیک 80 تا 90 درصد کسانی که همین امروز صحبت از آزادی و دموکراسی میکنن ولی از پهلوی ها بد میگن، چه تعجب کنید از طرف من، یا پدرشون یا پدربزرگشون آخوند بوده یا فئودال بوده. شاید بگید ای به پدر چه ربطی به پسر داره، قبول دارم، ولی وقتی ما آمار میگیریم و این آمار به ما نشون میده که اکثریت بسیار زیادی از این افراد از این خانواده ها میان، باید این سوال رو مطرح کنیم، مگه در ایران ما 80 تا 90 درصد مردم فرزند آخوند یا یک فئودال بودن که امروز 90 درصد افرادی که در رسانه ها همه کاره هستن اینگونه بودن، یا کسانی که به نام استاد در بعضی از دانشگاه آمریکایی میرن و این حرفا رو میزنن؟ من برای این حرفا دشمن برای خودم میخرم و صدای من قطع میشه بعضی رسانه ها، ولی با استبداد همه جا باید مقابله کرد و من این کار رو میکنم. استعداد رو امروز به شما میخوام نشون بدم چون در دی هستیم و داریم به پیشواز بهمن 57 میریم. من امروز میخوام تصاویر صحبت بکنم تا شما بفهمید همون کسایی که در سال 57 کنار خمینی بودن امروز چرا جلوی صحبت کردن من و امثال من رو میگیرن. یک بار به وایس آف آمریکا نگاه کردید؟ حتما نگاه کردید. به خودتون زحمت دادید فلان برنامه ساز اونجا رو برید که من با مو و سیبیل و ریش کسی کار ندارم، ولی سیبیل توده‌ای در ایران همیشه معروف بود، صاحب همون شکل و شمایل ها که میشینه و در زادروز محمد رضا شاه پهلوی میگه محمد رضا شاه پهلوی به ایران ضرر زد، آخوندپرست بود. یه بار رفتید به خودتون زحمت بدید آیا امکان داره این شخص یا اشخاصی مانند او سابقه فعالیت در حزب توده یا چریک های فدایی خلق اکثریت رو داشتن؟ خب چه ربطی داره؟ ربطش اینه که من امروز با عکسایی که به شما نشون میدم خیلی از مسائل برای شما روشن میکنم. از شما فقط میخوام، چون من حق گفتن این مسائل رو ندارم، خودتون برید یه بار تحقیق کنید. افرادی که میان جلوی دوربین و در رادیوها و در روزنامه ها و در سایت های اینترنتی میشینن و از آزادی و دموکراسی صحبت میکنن ولی حق صحبت امثال من رو سانسور میکنند و این کار داره انجام میشه. بینندگان عزیز، شخصی مانند من که نه به کسی توهین میکنه،
همه صحبتاش همیشه مستنده، همیشه با ادب و متانت صحبت میکنه، با من رفتاری انجام میشه که هیچ تفاوتی با جمهوری اسلامی نداره. تنها دلیلش هم اینه که من هرگز سال 57 رو انقلاب نمیخونم، بلکه فاجعه. من هرگز و هرگز نمیام بد بگم از رضا شاه و محمد رضا، چون در جایی که باید خوبیاشونو بگم. من هرگز تسلیم دروغ کربلای 28 مرداد نشدم، هرگز برای خمینی سینه نزدم، و چون اینگونه بودم و هستم برای من مشکل میسازن. چرا؟ چون خودشون سابقه خوبی ندارن. تصویری که اول به شما نشون میدم از درباره آزادی زنانه. چرا؟ چون در ماه دی در 17 دی 1114 رضا شاه بزرگ کشف حجاب کرد. من اینجا باید نام یک بانو رو بیارم، خانم نوشابه امیری، که یک سایتی هم دارن که در رابطه با دفاع از زنان. خب به این تصویر نگاه کنید. وقتی خانم نوشابه امیری که با هواپیمای خمینی در اون هواپیما نشسته بود، بینندگان عزیز، میاد در سایت در تلویزیون وایس آف آمریکا و به شما از استبداد محمد رضا شاه میگه و کشف حجاب رو زیر سوال میبره، من از خانم نوشابه امیری باید سوال کنم، خانم نوشابه امیری، شما با هواپیمای خمینی به ایران برگشتید، در همون هواپیما بودید، 10 سال در جمهوری اسلامی زندگی کردید. من این تصویر رو برای شما نشون میدم، این دوران پهلویه. 4 زن ایرانی رو میبینید، بانوی ایرانی رو، 2 تاشون چادر سیاه دارن، 2 تاشون بی‌حجاب هم به اصطلاح. آزادی به این میگن خانم نوشابه امیری. وقتی شما و دوستان و یاران شما و دیگرانی که جلوی حرف زدن من رو میگیرد و در استبداد هیچ تفاوتی با هم ندارید، لطفاً بینندگان خوب به این تصویر نگاه کنید. اونهایی که به شما از زندانهای پهلوی میگن، بینندگان عزیز، من عکس چند تا از زندانیهای دوران پهلوی رو به شما نشون میدم و برای من بسیار عجیبه و در این تصویر هم نوشته تمام اونهایی که روسی شاه رو جنایتکار مینامیدند خواهان اعدام و کشتار افرادی هستن امروز که شاه اونها رو فقط زندانی کرده بود. مگر این افراد که در همین رسانه ها میشینن به نام استاد و دکتر و پهلوی ها رو مستبد خطاب میکنن، یادشون رفته که خامنه ای در زندان شاه بود؟ رفسنجانی ها، فدایان اسلام و همچین آخوندهایی که تصویرش رو میبینید، اینا در زندان شاه بودن. افرادی مانند مرتضی آقا تهرانی ها در زمان شاه در زندان بودن که در تصویر شماره 3 مون که کارگردان عزیزمون برای ما میذارن امروز برمیگرده میگه غلط کردید که با این کتاب شاهنامه سراسر تخیل موجب شدید زبان قرآن کنار گذاشته شود و به جای آن عجم زنده کردید. من خود فارسی زبانم ولی میگویم این فارسی چه گلی بر سر ما زد. دوستان عزیز، میدونستید که بعضی از افراد حزب توده هم این گونه فکر میکردن؟ آیا شما میدونستید، من نام نمیارم، بعضی از شعرهای چپ ما هم نسبت به شاهنامه همین صحبت ها رو میکردن و به شاهنامه توهین میکردن؟ به این تصویر آخون نگاه کنید. من هوادار رضا شاه و محمد رضا شاه هم در اینکه جلوی اینا وایساده بود. زمانی که جشنهای 2500 ساله رو میگرفت، این آخوندها همراه با جبهه ملی ایران و همراه با همین کسانی که امروز جلوی دوربین نشستن و به رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی ایراد میگیرن، همه اونها دشمنی میکردن با شاهنامه و جشنهای 2500 ساله. تصویر شماره 4 رو با هم میبینیم، از کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات مهندس میرحسین موسوی. عکسی که موسوی در هنگام تبلیغات خودش گذاشته بود در کنار خامنه‌ای و خمینی قاتل. و بعد به شما میگم یادتون میاد همون شخصی که رفت در وایس آف آمریکا در 4 آبان همین امسال نشست و گفت محمد رضا شاه پهلوی، همون استاد بزرگ که گفت محمد رضا شاه پهلوی آخوند پرور بوده، در 8 سال پیش در سایت اینترنتی بی بی سی نوشته بود یا ایها الناس بروید در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنید. من اجازه ندارم نامش رو بیارم، نام اون شخص رو بذارید. یه روزی من دهنم باز میشه، امروز فعلا وقتش نیست. دوستان نگاه بکنید، این سندیه که من به شما نشون میدم و اینجا نکته جالبینه که همین استادان دانشگاه و دکترها و مهندسایی که امروز در رسانه ها میشینن و از پهلوی ها ایراد میگیرن و صدای من و امثال من رو سانسور میکنند، بیشتر از اینم نمیخوام دربارش، خیلی ناراحتم امروز.
سر یه سری مسائلی. این آقایون یادشون رفته که بعضی از همین آقایون 8 سال پیش به مردم میگفتن که برن و به موسوی رای بدن. در سایت اینترنتی بی بی سی 8 سال قبل همین افراد مقاله نوشته بودن و از مردم میخواستن که برن و در انتخابات بین موسوی و احمدی نژاد شرکت بکنن. من از اونا میخوام بپرسم دوست عزیز، شما این مقاله آقای موسوی رو خونده بودی که دانشگاه‌ها رو در ایران پایگاه‌های داخلی امپریالیست نامیده بود. دوستان عزیز، با ایمیل شماره 2 تصویر شماره 1 آغاز می‌کنی. در اینجا من نوشته‌های از آقای احسان طبقی رو می‌خوام به شما نشون بدم. چرا؟ برای اینکه برای جوانان ایران میگم. بیندگان عزیز، چرا این تصویر رو به شما نشون میدم؟ من از شما خواهش میکنم یه بار تشریف ببرید نام چند نفر از برنامه سازان، مدیران رسانه های مثل وایس آف آمریکا و رسانه های دیگر رو لطفاً بذارید تصویر باشه. دوست عزیز، اینها رو برید خودتون سرچ بکنید، برید سابقه سیاسی اونها رو پیدا بکنید. دوستان میدونن که حزب توده ایران هواداران زیادی داشت و من به شما میگم در بسیاری از رسانه ها امروز خبرسازان، برنامه سازان، مدیران در رسانه های مختلف سابقه همکاری با حزب توده دارن. احسان طبقی توریسیان حزب توده بود و بعد این افراد امروز میشینن و در ماه بهمن هم که خواهد اومد به شما قول میدم خواهند نشست و به شما خواهند گفت که محمد رضا شاه پهلوی اسلام پناه بوده، نذاشت اینا اسلام رو رسوا کنن. احسان طبقی بینندگان عزیز توریسیان حزب توده بود. احسان طبقی میگه چرا به اسلام پیوستم. من قسمتی از این مقاله رو براتون میخونم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، توریسیان حزب توده. برادر عزیز و محترم، برادر عزیز و محترم سردبیر روزنامه کیهان پس از تصدیه سلام و احترام در مقاله های فلان و بهمان و فلان بعد اینو میگه. قسمت بعدی ادامه پیدا میکنه. تصویر شماره 3 رو هم با هم میبینید، ادامه مقاله است که در تصویر شماره 3 و در تصویر 4 رو اگه لطف کنید، من همه نامه رو نمیتونم بخونم الان. در قسمتش میگه احسان طبقی میگه تأثیر ایمان مذهبی، ایمان به خدا و معاد و مقدسات مذهبی و اعتقاد به حقانیت پیغمبر گرامی اسلام و امامان و فلان 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 در راه هدفهای عالی دین فلان فلان، همه اینا رو داره میگه و بعد اعلام میکنه که این مسائلی که الان برای شما خوندم مسائلی که خود او هم با او باور داره. بعد در پایان خودش اینگونه نوشته، میگه و سلام و علا من تبع الهدى احسان طبقی 21 هفته 1362، اگه اشتباه نخونده باشم. بینندگان عزیز، من این مقاله رو همه رو نمیتونم الان براتون بخونم، فقط خواستم اینو به عنوان یک سند به شما نشون بدم. در کشورهای اروپایی معمولا احزاب چپ هستن که بی دین و مذهب مردم انتقاد میکنن. وظیفه احزاب راست این نیست. من در کشور آلمان مثالی برای شما میزنم. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مال متعلق به حزب CDU. CDU با آلمانی میشه کریست دموکراتیش یونیون. کریست دموکراتیش یونیون میشه اتحاد دموکرات مسیحی. یعنی خانم آنگلا مرکل که مال حزب دست راستی ها صدر اعظم آلمانه، اسم حزبش حزب دموکرات مسیحیه. احسان طبقی مال حزب توده سازمان چپ ایران بود. وقتی که تئوریسین حزب توده احسان طبقی می نویسه چرا به اسلام پیوستم، چگونه میان این آقایونی که روزی نزدیک بودن به حزب توده، نزدیک به چریکای فدایی خلق اکثریت بودن، در وایس آف آمریکا و رسانه‌های دیگه میشینن و از شاه ایراد میگیرن؟ احسان طبقی که 20 سال شوروی زندگی میکرد، اونجا که دیگه ساواک نبود. من تصاویر دیگه امروز میخوام به شما نشون بدم و میخوام به شما نشون بدم چرا امروز افرادی مانند من در رسانه‌های خارج از کشور، در سایت‌های اینترنتی
در مورد سانسور قرار میگیرن، مورد آزار قرار میگیرن. دلیلش این نوشته است که شما نباید ببینید. باید فلان استاد فلان دانشگاه آمریکایی بیاد بشینه، بیاد با قیافه حق به جانب از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر صحبت کنه و بعد بیاد همزمان با اون پهلوی ها رو زیر سوال ببره و بعد برای آینده شما نسخه بشه. و هرگز و هرگز اجازه نخواهم داد که من و امثال من بیان حتی به این صورت کوتاه بیان به شما نشون بدیم که خود این افراد چگونه همراه با آخوندها بودن، چگونه در فاجعه 57 سهیم بودن. و هرگز و هرگز نخواهید دونست اگه به من اجازه بدنش صحبت کنم که ببینید خود اینها چه رفتار استبدادی با دیگر اندیشان دارن. بینندگان عزیز، من برای آینده کشورم نگرانم. آخوندیسم فقط این نیست که یه عمامه داری بشینه صاحب قدرت بشه در ایران. متاسفانه 1400 سال بر سر اکثر افراد ایرانی عمامه گذاشتن، خودشون نمیدونن. وقتی چپ ایرانی میگه چرا به اسلام پیوستم، اوج فاجعه رو خودتون خواهید دید. دوستان عزیز، در آلمان، در اتریش سازمانهای چپ هستن که در برابر ناسیونالیست میستن و نمیذارن، مواظب احزاب ناسیونالیست هستن که این احزاب ناسیونالیست نجات پرست نشن، مواظبن که این احزاب ناسیونالیست ضد یهود و آنتیسمیت نشن، نجات پرستی رو احزاب چپ جلوش میگیرن. در ایران دوران پهلوی این احزاب چپ بودن که نجات پرست بودن، بر ضد یهودیان، بر ضد بهائیان، بر ضد اقلیت‌های مختلف قومی بودن. من در برنامه بنده به شما نشون میدم که چگونه حزب توده ایران با رخنه در فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان باعث تشنج‌های قومی در آذربایجان و کردستان شد. امروز وقت اون نیست، به اون نمی‌پردازم. تصویری که شما الان مشاهده میکنید قسمتی از مقاله های سازمان چریکای فدایی خلق ایران اکثریت، امثال آقای فراخ نگهدار و شرکا که بسیاری از دوستان و یاران او امروز در رسانه های لس آنجلسی برنامه سازن ولی به شما مردم ایران نمیگن که توده اکثریتی بودن. امروز تو آمریکا زندگی میکنن، رسانه آمریکایی برنامه دارن ولی به شما نمیگن. درباره سازمان مجاهدین خلق امروز تصویری نشون نمیدم ولی به شما میگم بسیاری از هواداران سازمان مجاهدین خلق امروز رنگ عوض کرده و مدیریت ها و رسانه ها رو به عهده دارن. وارد این بحث امروز نمیشم. اکثریتی میگه هرچه مراسم قدس از این تر باشد، مشتی که بر پوزه امپریالیست و صهیونیست فرود میآید قوی تر است. همون واژه های آخوندها، همون واژه های نجات پرستانه. و در نشریه چریکای فدایی خلق اکثریت که امروز یکی از هوادارانش در واستاو آمریکا، من اسمشو نمیارم، میشینه و در ماه بهمن به شما قول میدم این آقایی که اکثریتی بود از محمد رضا شاه پهلوی به عنوان آخوندپرست یاد خواهد کرد، یادش رفته که هوادار همچین سازمانی بوده و هست که بعد درباره خمینی مینویسه امام خمینی در نخستین سال پس از انقلاب، لطفا بذاری تصویر یک باشه، که امام خمینی در نخستین سال پس از انقلاب بهمن آخرین جمعه رمضان را روز جهانی قدس اعلام کرد. اعلام روز جهانی قدس توسط رهبر انقلاب اسلامی ایران نشانه اراده مردم ما در مبارزه برای آزادی فلسطین اشغالی و سرنگونی رژیم تجاوزگر و فلان فلان صهیونیستی است. بینندگان عزیز، جواب این یادگویی ها رو من با این میدم. نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. تصویر شماره دو باستم از یک نشریه چپهای ایرانیه که شاه جلو اونا رو گرفته بود. بله، من افتخار میکنم به این کار محمد رضا شاه پهلوی که جلوی افراد نجات پرست و ضد ایرانی و ضد زن مثل طرفداران یوزف استالین رو مانند این فدایان خلق اکثریت رو گرفته بود. من افتخار میکنم به این کار. نمیگن استبداد، این افراد رو در اروپا هم زندانی میکنن. این افراد رو با این نوشته های نجات پرستانه و ضد زن رو که الان مشاهده میکنی جلوتون گذاشتم رو در همین اروپا هم دادگاهی میکنن. باور نمیکنید، براتون میخونم. سمت راست نشریه فدایان خلق ایران اکثریت بزرگ داشته روز 15 خرداد، روزی که خمینی بر ضد حق رأی زنان فتوا داد، جهاد کرد و به خیابون ها ریخت.
سازمان چپ عکس فدایان خلق که زمان شاه جنگ مسلحانه می کردن ضد شاه بر ضد حق رأی زنان همراه خمینی 15 خرداد رو بزرگ داشت دارن. خب شما امروز در اروپا در یک اداره ای به یک خانومی که همکارتونه، منشی همکارتونه، نمیدونم رئیستونه، یک کلمه بر ضد برابری زن و مرد بگی از کار شما رو اخراج میکنن. محمد رضا شاه پهلوی حق داشت جلوی اینها رو بگیره یا نه؟ در آمریکا هم این کار رو میکنن. اگه امروز تو آمریکا یک حزبی بیاد بگه زنان حق رأی ندارن چون عقلشون کمه، این افراد رو یا زندانی میکنن یا جریمه میکنن. خمینی در 15 خرداد 42 گفته بود طبق خطبه علی بن ابی طالب النساء نواقص العقول، خطبه نهج البلاغه است، خمینی گفته بود النساء نواقص العقول، پس زنان نباید حق رأی داشته باشن. و سازمان فدایان خلق ایران بزرگ داشت داره 15 خرداد رو شاه جلو اینا رو گرفت میشه دیکتاتور، ولی آمریکا و آلمان اینا رو بندازن زندان دادگاهی میکنن اونا میشن دموکرات. و همین افراد امروز در رسانه ها جلوی صحبت کردن منو میگیرن، منو آزار میدن که من نتونم حرف بزنم. چرا؟ چون اینا رو نباید شما ببینید. تصویر شماره 3، حزب توده ایران و سازمان فدایان خلق ایران برای ریاست جمهوری اسلامی ایران به حجت الاسلام سید علی خامنه ای رأی میدن. برید تحقیق کنید چند نفر از این کسایی که امروز جلوی دوربین میشینن سابقه همکاری با این رسانه رو دارن. تصویر شماره چهار چون وقتمونم 2 دقیقه بیشتر، من فکر کنم امروز آقای خانم کارگردان، چون برنامه من 5 دقیقه دیگه شروع شد، فکر کنم گفتید 5 دقیقه بیشتر میتونم صحبت کنم، سپاس. بنابراین هنوز 7 دقیقه وقت داریم. تصویری که شما میبینید یک جمعی از نشریات حزب توده و فدایان خلقه. برای پیشبرد همه جانبه انقلاب و شکوفایی جمهوری اسلامی ایران، نمیدونم پاسداران باید به سلاح سنگین مسلح شوند. اینا رو با هم دیدیم، چون وقتمون کمه میریم به جبهه ملی ایران میپردازیم در این 5-6 دقیقه آخر برنامه. مهدی بازرگان 9 ماه در ایران نخست وزیری کرد. در کابینه مهدی بازرگان کریم سنجابی سخنگوی جبهه ملی وزیر بود، آقای داریوش فروهر وزیر کار بود، حافظ جوادی بله وزیر بود در اون کابینه. و در اون 9 ماهی که آقای مهدی بازرگان از یاران دکتر محمد مصدق، یادمون نره، از یاران و همکاران دکتر محمد مصدق نخست وزیر بود، در این 9 ماه بذارید به شما بگم به اندازه 200 و اندی سال سلطنت خاندان شیعه پرست آدمکش صفوی در ایران کتاب سوزونده شد. در دوران 9 ماه صدارت مهدی بازرگان صدها استاد دانشگاه اخراج شدند، هزاران کتاب سوزانده شدند، صدها نه بلکه هزاران دانشجو زندانی شدند، از دانشگاه بیرون رانده شدند، هزاران متخصص، دکتر، مهندس، اندیشمند، روشنفکر، روزنامه‌نویس زندانی، اعدام، تبعید یا مجبور به فرار از ایران شدند. تصویر شماره 2 رو نشون میدم. آقای مهدی بازرگان، خمینی، ابوالحسن بنی صدر و آقای احمد خمینی. یادمون نره پدر آقای بنی صدر آیت الله نصر الله بنی صدر از مخالفان رضا شاه بود. این آقایانی که میشینن امروز فرزند فلان، نوه فلان آیت الله، نامش رو نمیارم، که در رسانه میشینه و به شاه میگه آخوند پرور، در فلان دانشگاه آمریکایی هم تدریس میکنه، من میخوام از ایشون سوال کنم اون زمانی که شما جنگ مسلحانه میکردی ضد شاه هوادار جمهوری اسلامی بودی، آیا این نتیجه نمیتونم بشم که بگم که تمامی بچه‌ای که از خانواده آخوندها میومدن چی رفتاری داشتن؟ مهدی بازرگان آخوند بیعمامه، احمد خمینی پسر خمینی، این رقم آقای بنی صدر پسر آیت الله نصرالله بنی صدر، در بالای مدرسه رفاه، همون مدرسه‌ای که هواداران پادشاهی رو اعدام می‌کردن. و در هیچ کدوم از این رسانه‌ها به شما قول میدم این آقایون در ماه بهمن و اسفند و فروردین یادی از تیمسار رحیمی و جهانبانی و امثال اونها نخواهند کرد. آقای حسین فاطمی شهید جبهه ملی رو مشاهده میکنیم،
تصویر شماره 4 باز هم آقای حسین فاطمی، باز هم در کنار آخوندی دیگر. و تصویر بعدی، بذارید این تصویر مونه لطفا، همین تصویر زد بمونه. دکتر حسین فاطمی در حرم امام حسین. من این سوال رو میخوام مطرح کنم، آقایون و خانومایی که یه روزی طرفدار حزب توده، طرفدار مهدی بازرگان، طرفدار خمینی، طرفدار لنین و مارکس بودند، چگونه میان تصویر محمد رضا شاه پهلوی رو میذارن رفته امام رضا، بعد میان میگن محمد رضا شاه پهلوی آخوند پرور بوده، همزمان از آقای مصدق و حسین فاطمی دفاع میکنن؟ این سوال برای من پیش میاد. این آقای حسین فاطمی که رفته نجف، رفته حرم امام حسین، ایشون اینجا آخوند پروری نمیکنه؟ ولی محمد رضا شاه پهلوی که طبق اصل متمم 1 و 2 قانون اساسی مشروط ایران به عنوان پادشاه موظف به نگهبانی از مذهب شیعه بود، آخوند پرور میشه؟ سوالی که میخوام مطرح کنم اینه، در کجای قانون اساسی مشروطه نوشته بود که وزیر و نخست وزیر باید از مذهب شیعه حمایت کنند؟ اونایی که میان میگن در رسانه ها محمد رضا شاه از قانون اساسی مشروطه پیروی نمیکرد، اصل اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه رو چیکار میکنید؟ و آقای حسین فاطمی رو در حرم امام حسین. تصویر بعدی میبینیم که وقتی آقای سنجابی، بازرگان، آقای فروهر و دیگران به قدرت میرسن، تصویر بعدی آقای تروریست و آدمکش ضد ایرانی مثل عرفات رو در بغل میگیرند. بعد نگاه میکنیم به تصویر بعدی، زمانی که دکتر کریم سنجابی، یار سخنگوی جبهه ملی، یار قدیم آقای محمد مصدق، در مصاحبهش با بی بی سی خمینی رو شخصیتی اعلام میکنه با عظمت، و بعد اعلام میکنه من به عنوان نماینده یک جبهه از ملت ایران با کمال تأسف و تعلم اعلام میدارم که قدر این شخص بزرگوار را آنچنان که باید نشناخته و به گوش به حرفای او ندادند، من این سوال رو مطرح میکنم، چگونه میشه هواداران این شخص میشینن جلوی دوربین، جلوی صحبت کردن افرادی مثل من رو با سانسور میگیرن و بعد صحبت از آزادی و دموکراسی میکنن؟ در پایان برنامه‌مون، قبل از اینکه صدای من قطع بشه، 3 تا تصویر از آقای مصدق و آقای فاطمی بخشی گذاشتم، اینا رو لطفا نشون بدید. تصویر آقای مصدق در کنار چند آخوند، در اینجا آقای محمد مصدق عبا بر تنشون دارن. لطفا این تصویر رو اگه میشه بزرگ کنید، خیلی تصویر مهمیه. آخوندها عبا دارن، محمد مصدق هم عبا بر تنش کرده. محمد رضا شاه پهلوی اگر به عنوان پادشاه مملکت به دیدار آخوندها میرفت، کت و شلوار تنش میکرد. آقای محمد مصدق عبا بر تنش میکنه، ولی هواداران ایشون میشینن میگن اگر مصدق بر سر کار بود، آخوندها به قدرت نمیرسیدن. تصویر بعدی، آقای محمد مصدق با آیت الله کاشانی، کسی که نزدیکیش با فدایان اسلام رو نمیشه انکار کرد. و اگه تصاویر رو سریع نشون بدیم، من برنامه رو پایان میدم. خیلی سریع، آقای مصدق با آخوند کاشانی. تصویر بعدی، آقای حسین فاطمی، سخنگوی کابینه آقای مصدق با کاشانی. و تصویر پایانی هم آقای محمد مصدق دوباره با آقای کاشانی. دوستان عزیز، وقت برنامه من به پایان رسید. دقیقاً 2 دقیقه وقت دارم، چون برنامه منم 5 دقیقه دیر شده بود، 2 دقیقه هنوز وقت دارم. امروز خیلی سریع صحبت کردم. امروز صحبت‌های من شمرده و آهسته نبود. امروز متانت همیشگی خودم رو هم نداشتم، اعتراف میکنم. ولی یه روزی با شما در میان خواهم گذاشت که چه اتفاقاتی باعث میشه که منی که 34 ساله ظلم جمهوری اسلامی رو بر خودم تحمل کردم، منی که پدرم درگذشت نتونستم برم سر قبرش، منی که پدر بزرگ و مادر بزرگم در ایران مردن هنوز سر قبرش رو نتونستم برم، ولی ایستادم و هنوز مقاومت میکنم، من رو چنان از کوره به در میبرم با رفتارشون، با اتفاقاتی که بر ضد من میفته، که من اینگونه متانت خودم رو از دست میدم. امروز این تصاویر رو به این دلیل به شما نشون دادم که بشینید یه بار خودتون، یک بار در زندگیتون تحقیق کنید، ببینید اینهایی که میان به شما میگن خسرو سرورها باید ساکت بشن، اونهایی که به شما میگن محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه دیکتاتور بودن، بس خسرو سرورها هم باید دهنشون بسته بشه، یه بار برید تحقیق کنید که خود این افراد متعلق به چه گروه ها و سازمان هایی بودن، اینها از چه کسانی دفاع میکنن و امروز رفتار خود اونها چیه؟
اگه میخوایم با آخوندیسم مقابله کنیم باید یاد بگیریم که تحقیق بکنیم. آخوند که میره بالا منبر قسم میخوره و ماها حرفاشو باور میکنیم به این دلیله که نمیریم تحقیق کنیم درباره آخونده. امروز هم یه عده در بعضی رسانه‌ها میرن بالا منبر از آزادی و حقوق بشر دفاع میکنن، خیلی قشنگ هم دفاع میکنن، ولی باید برید با سابقه زندگیشون آشنا بشید، باید برید ببینید که آیا واقعا رفتارشون هم با دیگراندیشان آزاده و مطابق با دیکتاتوری، مطابق با مسائل دموکراسی هست یا نه. دوستان من امروز با دلی پر از درد با شما صحبت کردم، امیدوارم هفته دیگه اگه با هم باشیم رفتارم آرامتر و صحبتم متین‌تر باشه، ولی به ایرانم سوگند یه روزی دریچه قلبم رو باز میکنم و به شما مسائلی رو میگم و اون موقع خواهید فهمید که ما تا چه حد گرفتار استبداد هستیم. تا روز دیگر، هفته دیگر به شما بدرود میگم. پاینده ایران.